بپردازم همینه که با این موضوع شروع کنیم که مهمترین مسائلی که فکر میکنم من خودم فکر میکنم که در واقع رئیس جمهور آینده میبایستی که به حل اونها بپردازه اونا چی هست. قبل از اینی که من یه فهرست 9 به اصطلاح عنصره هست که ذکر میکنم، قبل از اینکه اون رو بخوام بهش بپردازم، من خودم ارزیابیم این است که حالا با توجه به دوره های مختلفی که ما پشت سر گذاشتیم و دشواری هایی که داشتیم، زمان جنگ بوده که خب خیلی شرایط سختی داشتیم، سالهای دهه 70، سالهای 73 و 74 یادتونه بحران بدهی خارجی داشتیم، تورم بود، سال 77 قیمت نفت حدود 10 دلار بود. من فکر میکنم که دشوارترین دوره در واقع یه دولتی همین دولت بعده و خیلی خیلی هم به لحاظ تعدد مسائلی که باید بهش بپردازه، هم به لحاظ عمق هر کدوم از اون مسائل که حالا بهش اشاره میکنیم، مسائل خیلی مهمیه. حالا هرچه حساسیت اجتماعی و درک اجتماعی روی این موضوعات بیشتر بشه، طبیعتاً با عمق بهتری مردم میتونن انتخاب بکنن. بنابراین من فکر کردم اول یه فهرستی رو، حالا اگر اون فهرست رو شما ارائه بکنید، اون یه چیزی که 9 تا عامل رو اینجا من ذکر کردم که البته اولویتی برای اینها من الان قائل نیستم، یعنی نمیخوام بگم شماره 1 الان مهمترین مسئله است، ولی بعد من اون مسئله اصلی رو بهش اشاره میکنم. یکم سریع‌تر فقط آقای دکتر، موضوع تورم خب الان یک مسئله خیلی مهمیه. شاید آقای حیدری توجه داشته باشید به این موضوع که ما الان دیگه بالاترین تورم دنیا هستیم و این خب یه مسئله خیلی مهمیه. یعنی الان رتبه 1 تورم جهانی، ما الان 3 تا تورم بالای 20% داریم توی دنیا که الان ما بالای 30%ایم، بعدش ونزوئلا است و بعدش هم بلاروس. این الان 3 تا کشورن که اون دوتا 23% و 24%ن و خب تورم میدونید مسئله اصلیش این است که با رکود هم نرخ علاوه بر این که اثر کاهنده روی تولید داره، دهک های پایین درآمدی بیشتر اذیت با دهک های بالای درآمدی، حتی در شرایط تورم 18%، 2.5% تا 3% نرخ تورم دهک اول بیش از دهک دهم بیش از دهک اول. یعنی الان تورم نقطه به نقطه فروردین که گفته شده بالای 40% آمار رسمی بانک مرکزی، مثلا این در خانوارهای دهک های پایین 50% احساس میشه، مثلا 50% چقدر احساس میشه؟ مثلا فرض کنید 44-45% احساس میشه، ولی برای اونها کمتر از 40%. و حالا هرچی نرخ تورم میره بالا این فاصله بیشتر میشه. حالا این 8 تا مسئله رو میگیم ما رکود تورمی داریم. همینطوره. بله. ببینید این 8 تا موضوع رو من فکر میکنم یک اجماع و اتفاق نظری روش وجود داره. خیلی احتیاج به این نداره که ما بخوایم اینا رو توضیح زیادی بدیم. اما موضوع نهم که موضوع اشتغاله، به نظر من که مهمترین موضوع هم هستش که در چند سال آینده ما آماری که مرکز آمار داده بود و ما امشب نشون دادیم 2.9 میلیون بود. بله، حالا من همینو یک کمی توضیح بیشتر میدم خدمتتون. از این جهت که اگر ما بگیم خیلی خوب، ما هر کس که میخواد الان نامزد انتخابات بشه دیگه اختلاف نظر روی صورت مسئله نباشه، اختلاف نظر روی راه حل ها باشه. مثلا هفته یه ساعت مثلا اشتغال محسوب میشه یا یه اشتغال کامل. اگر که ما بگیم این فهرستی که اینجا ما داریم فهرست مورد اجماع تلقی بشه، اون وقت میشه این سوال رو مطرح کرد که توی این 9 تا عامل، عامل مسلط چیه؟ یعنی چه کدامی که از این 9 تا هست که مهمترین بایستی باشه و بعد همه متمرکز بشن روی حل اون. که من حالا روی موضوع نهم، یعنی در واقع موضوع اشتغال رو میخوام توضیح بدم، یعنی همه اونا اثرشون رو روی این نشون بدن و این مهمترین مسئله نه تنها اقتصادی بلکه به نظر من سیاسی. مثل نبض آدم که وقتی درست میزنه نشون میده بقیه سیستم رو داره درست کار میکنه. یعنی آمار اشتغال اگر درست تعریف بشه و درست تهیه بشه، یعنی هم آمار، یعنی تعریفمون درست باشه، هم روشمون در تهیه درست باشه، میتونیم قضاوت کنیم که بقیه اون 8 تا دارن درست کار میکنن. بله. که حالا اون موضوع تعامل با دنیا
یک محوری خودش در این بله مسئله و نتیجه مجموعه رو بایستی روی بله موضوع اشتغال حالا بکنه. ما همه اسلاید ها رو هم تو این برنامه هم برنامه های قبل میذاریم رو سایت بله برنامه بله که بیننده ها برن اونجا ببینن اگر خواستن بله بله تفصیلیش رو ببینن. فقط یکم تندتر بله آقای بله دکتر که ببین ما یه وقت نداریم. افزایش قابل توجهی همینطوری که میدونید دهه 60 توی جمعیتمون اتفاق افتاد که افزایش 10 سال 10 سال جمعیت ما الان 10 میلیون 10 میلیونه و اون فاصله ما 16 میلیون به جمعیتمون اضافه اضافه شد شد که این باعث شد که مسائل زیادی رو ما از نظر تغذیه کودک بعدش مدرسه مدرسه بقیه مسائل اون حلقه آخر این اشتغاله، یعنی این به سن اشتغال که میرسن که این جمعیتی که در دهه نیمه اول دهه 60 متولد شدن امروز سرشماری شغله. سال 85 اینا جمعیت 20 تا 24 سال بودن، سرشماری سال 95 که انجام بشه جمعیت 30 تا 34 سال ما رو تشکیل میده. مسئله که شاید این نمودار خیلی مهم باشه که من ذکر بکنم این است که اینجا من میزان اشتغال سالانه رو تو دهه های مختلف ذکر کردم که حالا به طور اجمال شما میبینید یه روند نسبتاً صعودی رو داشته بله. که ما در فاصله سالهای مثلا 1365 به بعد 419 هزار، بعد 295 هزار، بعد 485 هزار، بعد نزدیک 700 هزار سالانه شغل در فاصله سالهای همون برنامه سوم میشه عملا بله تو اقتصاد ما ایجاد شده. یه اتفاق خیلی نادری که سابقه نداشته اصلا توی تاریخ ما افتاده این است که در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده، یعنی شغل میشه گفت ایجاد نشد. که حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه ای که میگیره منظور بکنیم این عدد منفی میشه، اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم میشه مثلا 14 هزار نفر سالانه که خب عدد یعنی هیچ ناشید، یعنی هیچ. حالا این درست در زمانی این اتفاق افتاده که ما اون موج جمعیتی دقیقا رسیده بوده به مرحله ای که نیاز به کار داشته. ولی عجیبه آقای دکتر، ما که تو نرخ همین بیکاری دوره چرا بیشترین درآمدهای نفتی رو هم داشتیم. بله حالا یعنی برمیگرده به همون همین مسئله. بله ما آقای حیدری، من حالا یه سلاید آخرشه ولی الان همینجا خدمتون بگم، از سال 1338 تا سال 1390 به قیمت‌های ثابت سال 90 2800 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور داشت. بله نرخ ثابت 90 90 بله. بله چون شما مثلا بله. 6 میلیارد دلار سال مثلا 36 مثلا امروز بله ارزش امروزش مثلا بوده 40 تا بله. حالا 1000 میلیارد دلار این سالهای 1338 تا 1356 که متوسطش میشه تقریبا 30 میلیارد دلار. بله بعد فاصله سالهای 1357 تا 1367 550 میلیارد دلار بله. تقریبا داشتیم. بله 1368 تا 1383 در مجموع 16 سال 550 میلیارد دلار بله. تقریبا دارم بله. میگم داشتیم. درسته. در فاصله 1384 تا 1390 750 میلیارد دلار. این معنیش یعنی این است که بیش از دو برابر، نه نزدیک 2.5 برابر کل 16 ساله. بله که اون وقت این معنیش این است که درآمد سالانه ارزی ما در این فاصله 107 میلیارد دلار بوده، توی اون سالهای قبل مثلا 40 و خورده ای 30 و خورده ای و اینها بود. بنابراین ما یه زمانی داشتیم که منابع خوبی در اختیار کشور بوده، نیروی جوان ما هم به سنی رسیده بوده که میتونست کار, کار بکنه، شغل برای این ایجاد نشده، تحصیل کردن بوده، تحصیل کردن بوده. بله حالا شما اینجا، من حالا فرصت نیست ببینید این روند کاهنده شغل ما تو اشتغال زنان بله. عمدتا اتفاق افتاده. حالا من دیگه زیاد وقت بله. اونا نمیذارم اینا رو شما بله. توضیح دادی. ما میذاریم رو سایت بعدم بله. بیننده ها برن ببینن. من فقط میخواستم اینو بگم بله. اون بیکاری زیادی که الان همکار شما هم بله. اشاره کردن در زنان 40 خورده ای درصد بله. در مردان جوان 20 خورده ای درصد، در کنار اینکه درآمد حاصل از شغل خانوارهای ما، یعنی خانوارهای مزد و حقوق بگیر، اوجش سال 85 بوده، بعد روند نزولی پیدا کرد. درست. این باعث شده که یه عده زیادی ورودشون رو به بازار کار به تعویق بیاندازن و وارد آموزش عالی بشن. و این روندی که شما ملاحظه می‌کنید که ما از 340 هزار نفر سال 70
به بیش از 4 4 میلیون میلیون دانشجو مستقل. رسیدیم. این معنیش اینه که ما در سالهای آینده با انبوهی از ورود به بازار کار حالا مواجه بیکاران خواهیم، تحصیل کرده بیکاران داریم. تحصیل کرده، که من فقط برای اینکه یه تصویر کلی اینجا خدمت شما ارائه بکنم، این اسلاید پایانی تلقی بله. میشه، اینه که یه عکسی از وضعیت جمعیت و اشتغال و بقیه چیزا در سال 1390. ببینید حدود 75 میلیون نفر جمعیت کشور بله. بوده، 63 میلیون و 400 هزار نفر جمعیت در سن کار بوده. این جمعیت در سن کار به دو دسته تقسیم میشن، 40 میلیون نفر نیومدن تو بازار کار، 23 میلیون و خورده ای وارد بازار کار شدن. از اون 23 و خورده ای، همین که الان گفتن 2.9 میلیون، 2.8 میلیون، نزدیک 2.9 بیکار، 20 میلیون و 500 هزار نفر شاغل هستن. بله. این طرف این 40 میلیون نفر 5 میلیون و 368 هزار نفر تحصیلات عالی، حالا این حدود دیدید اونجا 4 بله. میلیون و 200 هزار تا 4 میلیون و 300 هزار دانشجو، هم 1 میلیون هم تحصیل کرده ای که خانم خانه‌داری چیزی بوده که بله. نیومده تو کار. این قسمت رو شما اگر این دو قسمت رو با هم در نظر بگیرید، یعنی جمعیت بیکار به اضافه جمعیت تحصیل کرده، اینا میشن حدود 8 میلیون نفر. بله. ما به طور بالقوه 8 میلیون نفر در سالهای آینده میتونن وارد بازار کار بشن. بله. که این 5 میلیون و حدود 400 هزار نفر، 2 میلیون و 400 هزار نفرش مرد هستن که اونا حتما وارد بازار کار میشن. بله. در نتیجه میخوام بگم که این سوال کلیدی اینه که رئیس جمهور بعدی به طور مشخص با مسئله باید بگه که چه برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال برای این افراد در این مقیاس و تا اشتغال مولد سازنده، نه اینکه مثلا درآمد ایجاد وامی توضیح بشه که اینا حالا حالا این ببینید نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ما هر تلاشی هم که بکنیم مطمئنا نمیتونیم کل این جمعیت رو شغل براشون ایجاد بله. کنیم. بنابراین یه سوال اینه که حد اکثر شغلی که میشه ایجاد چقدره؟ کرد با درآمد چقدره؟ سوال بعدی اینه که با بقیه میخوایم چه کار بکنیم؟ بله. چون اقتصاد ما در تمام تاریخ گذشته خودش هیچ وقت با مسئله به این بزرگی و در این ابعاد روبرو نبوده بله. و این مسئله ای که سالهای آینده باید بهش پرداخته بشه. این سوال اصلیه که اون هشت مسئله دیگه به نظر من کاملا تحت شعاع این موضوع قرار میگیرن که چطوری. خیلی ممنون آقای دکتر. من الان این مطالعه، این گزارشی که اینجا دارم نرخ‌های رشد اقتصادی رو نشون میده، این متوسط رشد اقتصادی 143 کشوره که میگیم اینا کشورهای نوخاسته و در حال توسعه هستن، که از این اتفاقا 143 تا 20 تاش صادر کننده نفتن، 123 تاش وارد کننده نفتن، که اونا الان با یه شوک بزرگ نفت مواجهن که کند کننده رشدشون باید باشه، چون اونا برعکس ما هستن دیگه، اونا الان هزینه هاشون زیاد شد. متوسط رشد اقتصادی این کشورها در فاصله سالهای 1989 تا 98 بوده 3.8%. حالا شما توجه کردید که وقتی 1% رشد اضافه میشه یا 2% رشد اضافه میشه این چقدر تاثیر بلند مدت داره. این 3.8% رشد مال اون 10 سال اول الان شده 8.1%، یعنی 3.8 که کمتر از 4 شده بیش از 2 برابر شده رشد اقتصادی این متوسط این 143 کشور. حالا خیلی از این کشورها هم که دو رقمی شده، خیلی از این کشورها که عرض کردم دو رقمی شده. بنابراین سوالی که پیش میاد اینه که خب ما اولا اون 8% رشدمون با توجه به اینکه در سال 1384 رشد اقتصادی ما بوده، عرض کنم که 4.7%، در سال 85 بوده 5.8%، در سال 1386 به احتمال قریب به یقین رشد اقتصادی ما بین 4.5 تا 5% خواهد بود. حالا علتش هم چیه که من رشد، یعنی رشد روند نزولیه، علتش چیه؟ رشد سرمایه گذاری وقتی امسال سرمایه گذاری انجام میشه، سال بعد تعیین میکنه که ما چقدر رشد میکنیم، در کنار البته سایر عوامل. شما ببینید این روند رشد سرمایه گذاری رو ببینید چجوریه. سال 1381 نرخ رشد سرمایه گذاری یک کمی بیش از 13% بود، که الان اشاره کردن 12% رشد سرمایه گذاری بوده که در برنامه 4 مد نظر بود.
در سال 1383 این شده 7%، در سال 1384 شده 5.1%، در سال 1385 شده 3%، و در سال 1386 به احتمال زیاد یا صفر یا منفی. حالا چرا اینطوره؟ به این خاطر که دولت سهم اصلی رو در سرمایه گذاری داره. هزینه های عمرانی دولت در سال 1385 در مقایسه با سال 1386 رقم مطلقش مساویه، یعنی 145,000 میلیارد ریال ما هزینه های عمرانی سال 85 اون بوده، 1386 هم به احتمال زیاد حد اکثر 145,000 میلیارد خواهد. مفهومش اینه که به قیمت های ثابت تورمه، یعنی یک سال کم بکنیم یعنی بیش از 17% منفی رشد سرمایه گذاری دولت بوده در حوزه بودجه عمومی خودش. بنابراین رشد اقتصادی ما در سال 1386 که امسال درش قرار داریم به احتمال خیلی زیاد کمتر از 5% خواهد. اینو شما بذارید کنار اون رشدهای خیلی بالایی که کشورهای دیگه دارن. من یک محاسبه انجام دادم قبل از اینکه خواستم بیام برای همین برنامه، گفتم خوبه که یه تمرینی بکنیم. ترکیه یک کشوریه بالاخره در کنار ما قرار داره و کشور وارد کننده نفته، وارد کننده گازه، و الان با یک خب شوک بزرگ، اینا همه با شوک بزرگ قیمت نفت 100 دلاری مواجه هستن. اگر رشد اقتصادی که ما در سالهای 84 و 85 داشتیم و 86 هم حالا همین که گفتم ملاک قرار بدیم و تصویر 20 ساله آینده خودمون رو حساب کنیم، مقایسه بکنیم با رشد 3 سال گذشته ترکیه، اونم تصویر 20 سال آینده ترکیه رو هم حساب بکنیم، یه تصویری از اونم به ما بدید. اگر ما بخوایم به درآمد سرانه ترکیه برسیم در سال 1404، یعنی ما در سال 1404 مساوی ترکیه باشیم، نه بیشتر، مساوی ترکیه باشیم، اقتصادمون باید 9.3% به طور متوسط رشد بکنه. و اگر این تمرین رو برای عربستان انجام بدیم، چون منطقه یعنی کی؟ یعنی همین کشورها دیگه. بله. ما باید 13.5% رشد بکنیم، یعنی میشه تقریبا گفت که اون هدف احتمالا دیگه تحقق پیدا کردنش خیلی سخته. یعنی ما برای اینکه بخوایم 17 سال به طور متوسط 9.3% رشد بکنیم خیلی باید شتاب گرفت، یا 13.5% که خب دیگه خیلی عدد بالاییه. بنابراین روندی که الان ما داریم طی میکنیم روندی نیست در حال حاضر با اون چی که الان داریم مشاهده میکنیم که اهدافی رو که ترسیم شده چه در پایان برنامه چهارم چه در پایان اون افق 1404، اون هدف محقق شدنی الان نیست. رشد اقتصادی برنامه چهارم که قطعا تحقق پیدا نمیکنه دیگه، چون دیگه ما 2 سال مونده از برنامه چهارم. اون وقت حالا شما اشاره کردن آقای دکتر به یه سری شاخصهای دیگه ای. برخی از شاخصها که ما میبایستی اونا رو کند میکردیم، اونها الان تندتر از برنامه جلو رفته. اونایی که باید تندش میکردیم اونا کندتر از شدن. خب بسیار خوب، حالا ببینیم آقای دکتر علوی در همین راستا چه نظری دارن و چگونه قضیه رو میبینن و آیا بالاخره این ابزار در اختیار ما هست که حداقلش به اون رشد 8.6% میانگین در این 20 سالی که مد نظر است برسیم. بله، عرض میکنم. ببینید آقای دکتر نیلی، به هر حال شبکه 4 صحبت میکنن، ما این مقداری با زبان عامیانه تر صحبت کنیم برا بهتر. ببینید شما الان اگه بخواد منزل داشته بریم بخواد میوه بخری با کیلو وزن میکنن، اما اگر سفارش پارچه داشته باشید با متر اندازه. بله. شاخصهای پیشرفت رو هم من باز از زبان خود مقام معظم رهبری میخونم. نظام ایشون گفتن میخوایم مشخص کنیم که پیشرفت چیست، گفتن تعریفهایی برای پیشرفت و کشور پیشرفت در دنیا معموله. ما اغلب اینها رو قبول داریم. بله. یعنی اگر ایشون قبول داره دولت هم باید قبول داشته باشه، مجلس هم باید قبول داشته باشه و همه ما، و طبیعی هم هست چون دنیا قبول داره. مثلا صنعتی شدن و فراصنعتی شدن کشور، خودکفایی یعنی وفور تولیدات، صادرات، افزایش بهره‌وری، ارتقای سطح سواد، ارتقای سطح خدمات عمومی، ارتقای خدمات شهروندی، خدمات دادن به شهروندان، رشد نرخ متوسط عمر، اینا جزء پیشرفت. اتیشون بعد یه مسئله معنوی رو هم به این اضافه کرد که درست. میخوام به شما عرض کنم که ببینید به جای شعار دادن
به جای خیلی مثلا ما چیکار کردیم فلان کردیم اینا بیان بگیم من واقعا میخوام اینا رو بگم 20 سال توی مملکت جون کندم تو این انرژی هستی امسال به ثمر رسید. این حاصل واقعا خیلی زحمات بسیار بوده توی کشور که مال مثلا دولت نهم نیست که ما دولت هشتم هم از هفتم هم شیشم حتی به زمان های موسوی هم کرد. یه لوله کشی گاز توی این مملکت نبود. حالا که ما نتونستیم گاز بدیم بگیم آقا لوله کشی قبلی عیب داره، مثلا با منطق اصلا جو در نمیاد. شاخص داره، ببینید که آقای دکتر اشاره کردن بعضی از شاخص ها عکس شده، نقدینگی باید به 20% کاهش بده میکرد، وقتی اون شده نزدیک 40%.